به نام پروردگار رنگین کمان، به نام یزدان، من محیط طوسی هستم و خرسندم از اینکه شما من در کانال ها و پیج های موت همراهی میکنید. فصل سوم، قسمت دوم، آسمان غرب. خوش اومدید به برنامه خودتون آسمان غرب. من یه خواهم راجع به این داستان بهتون بگم. ببینید، خیلی باگ داره این فیلمی که حالا سوره ساخته، چون مثلا مازندرانی طرف گیلکی چیز شو میگم بهش گیلانی حرف میزنه و اصلا این یه بحثشه. بحث دومی که من خودم شخصا اصلا خوشم نیومد، نحوه فیلم برداری و جلوه های ویژه است و چیزهایی که حالا میکس کردن گرفتن و میکس کردن، من اصلا خوشم نیومده. مثلا مخصوصا زمانی که سوار هواپیما میشن و سمت عراقی ها میرن و خانش تیراندازی بکنن با هواپیما، اصلا خیلی افتضاحه. خیلی بهتر میتونست باشه، من خوشم نیومد. ولی خب میشه گفت بازی ها خوب بود. میلاد کیمران هم که میشه گفت که نقش اصلیه، صد خودش رو گذاشته بود، بازی همیشگیش رو کرده بود، نه یه لول بالاتر بود نه لول پایین تر بود، در حد اندازه خودش بود و میشه گفت راجع به بازی ها و بازیگرا همه در سطح لول خودشون بودن. ولی اینی که من بگم این فیلم رو پیشنهاد میکنم بهتون که ببینید، متاسفانه اینطور نیست. خب اومده بخش پایانی و نظر نهایی. ببینید دوستان، من شخصا به هیچ وجه از این فیلم خوشم نمیاد و چیز زیادی هم نیست راجبش اگه بخوام بهتون بگم، چون این فیلم واقعا اونقدر ارزش نداره که من بخوام وقت واسش بذارم که بیشتر بخوام واسش توضیح بدم. و در همین حد بگم که فیلم زیاد جالبی نبود، حتی واسه رفع کتی هم چیز جالبی نیست، چون فیلم های این چنینی که حالا میشه گفت سرگذشت یه نفر رو شرح میده یا یک داستان تاریخی رو به تصویر میکشونه رو من معمولا بهتون میگم حداقل یه بارم که شده برید ببینید. ولی این فیلم سینمایی آسمان غرب اصلا در این سطح و لول نبود. برای همین دوستانه بهتون بگم وقت تلف کردن دیدنش و همین، چیز خاصی دیگه نداره. و سخن پایانی، دوستتون دارم، عشق ببرزید چون خودتون لایق عشقید. تا درود دیگر، بدرود.